رهبران اتحادیه اروپا خواستار اعطای فوری شرایط نامزدی به اوکراین شدند. رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا و رومانی در سفر به کیف پایتخت اوکراین گفتند که از تلاش این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند. آنها خواستار اعطای فوری شرایط نامزدی به اوکراین شدند. اولاف شولز، صدر اعظم آلمان، در کنفرانس خبری مشترک گفت که اوکراین به خانواده اروپایی تعلق دارد، اما همچنان باید معیارهای الحاق را رعایت کند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، تاکید کرد که 27 عضو اتحادیه اروپا تا زمان پیروزی در کنار اوکراین خواهند ایستاد. ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا، هم گفت که مردم اوکراین در مبارزه با تهاجم روسیه از ارزش‌های دموکراسی و آزادی که زیربنای پروژه اروپایی است، دفاع می‌کنند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت که حمله روسیه به اوکراین حمله به اروپای متحد است و مؤثرترین سلاح در برابر آن اتحاد است. او بار دیگر خواستار کمک تسلیحاتی فوری و بیشتر به اوکراین برای دفاع از خود و آزاد کردن مناطق تحت تصرف روسیه شد. این سفر یک روز قبل از اعلام نظر کمیسیون اروپا در خصوص عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا انجام شد. همزمان کرملین ابراز امیدواری کرده که رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در این سفر فقط بر ارسال سلاح به اوکراین تمرکز نکنند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که تاکید بر این موضوع تنها باعث می شود که آسیب بیشتری به اوکراین وارد شود. او همچنین گفت که کاهش اخیر صادرات گاز روسیه به اروپا با برنامه قبلی انجام نشده است، بلکه به دلیل بروز مشکلاتی که در نگهداری توربین ها به دلیل تحریم های غرب علیه این کشور رخ داده صورت گرفته است. عرضه گاز به آلمان از راه خط لوله نورد استریم 1 به 40% حجم عادی کاهش یافته است. وزیر اقتصاد آلمان گفته که کاهش عرضه گاز با انگیزه های سیاسی صورت گرفته، نه مشکلات فنی. همچنین دیمیتری مدودف، رئیس جمهور سابق روسیه که حالا نایب رئیس شورای امنیت روسیه است، در توییتی از سفر رهبران اتحادیه اروپا به اوکراین انتقاد کرد. پیشتر در روز پنجشنبه این 4 رهبر اتحادیه اروپا از شهر ویران شده اربین نزدیک کیف بازدید کردند. این شهر چند هفته در تصرف نیروهای روسیه بود. شولز گفت که این یکی از مکانهایی است که نماد ظلم غیرقابل تصور جنگ روسیه است. اوکراین میگوید که روسیه با کشتن صدها غیر نظامی در اربین و شهرهای کوچک اطراف مثل بوچا مرتکب جنایات جنگی شده است، اتهامی که مسکو رد میکند. مسئله عضویت در اتحادیه اروپا. سفر رهبران اروپایی در حالی انجام می شود که کمیسیون اروپایی قرار است به زودی نظرش را درباره اعطای شرایط عضویت به اوکراین اعلام کند. این موضوع در دیدار سران در روزهای 23 و 24 ژوئن بررسی خواهد شد. بعضی از اعضای اتحادیه اروپا اشتیاق چندانی به پیوستن اوکراین نشان ندادند، اما حمایت فرانسه، آلمان و ایتالیا، سه سنگین وزن اتحادیه اروپا، شاید بر موضع این کشورها اثر بگذارد. دریافت شرایط نامزدی فقط یک مرحله از این فرایند است. عضویت کامل ممکن است سالها زمان ببرد. مقام‌های اوکراین پیش از دیدار رهبران اروپایی از کیف پیوسته از فرانسه، آلمان و ایتالیا به دلیل کندی تحویل سلاح و تمرکز بیش از حد برای راضی کردن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انتقاد می‌کردند. ماکرون پیشتر در ماه جاری گفته بود مهم است که روسیه به خاطر حمله به اوکراین سرافکنده نشود، به این معنی که پوتین باید راهی برای خروج از آنچه رهبر فرانسه خطای اساسی خوان داشته باشد. واکنش کرملین به سفر رهبران غربی به کیف. کاخ کرملین روز پنجشنبه و در جریان سفر رهبران سه کشور ایتالیا، آلمان و فرانسه به پایتخت اوکراین تصریح کرد: امیدواریم که هدف از سفر رهبران غربی به کیف ارائه محموله های تسلیحاتی به اوکراین نباشد. کاخ کرملین همچنین گفت تسلیحاتی که غرب در اختیار اوکراین قرار می‌دهد بی‌فایده است. روسیه: کمک نظامی به اوکراین کل اروپا را تهدید می‌کند. اطلاعیه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر تصویب کمک 1 میلیارد دلاری نظامی جدید برای اوکراین با واکنش دولت روسیه مواجه شد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز گفت که بسته کمک نظامی جدید آمریکا برای کیف نه تنها اتحادیه اروپا بلکه خود اوکراین را نیز تهدید می‌کند. زاخاروا طی سخنرانی در همایش مطبوعاتی توضیح داد: البته که این کمک‌ها تهدیدی برای همه است. اولا برای خود اوکراین، جایی که درگیری از دیدگاه غرب باید برای مدت طولانی ادامه یابد. دوما اینکه کمک‌های نظامی تهدیدی برای اروپا هستند، زیرا این سلاح‌ها از طریق بازار سیاه به این قاره باز می‌گردد. وی سپس به اتهام‌زنی‌های بایدن به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مبنی بر دامن زدن به تورم و گرانی در آمریکا و جهان پرداخته و گفت که این اظهارات نشان‌دهنده جهان خیالی است که بایدن در آن زندگی می‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این باره تصریح کرد اگر به آنچه که بایدن و کاخ سفید میگوید گوش دهیم، یعنی عباراتی مانند تورم پوتین، بنزین پوتین، مالیات پوتین و غیره، باید گفت که آنها در یک دنیای خیالی زندگی میکنند. به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، زاخاروا ادامه داد افزایش قیمت‌ها در ایالات متحده هم در سال 2020 و هم در سال 2021 مشاهده شد و هیچ ارتباطی با عملیات ویژه روسیه در اوکراین ندارد. قیمت مواد غذایی به ویژه برای گندم از قبل افزایش یافته است. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره بحران غذایی جهان و مشکل صادرات غلات از اوکراین نیز گفت که آمریکا می‌تواند اقداماتی را برای رفع انسداد بنادر اوکراین انجام دهد، اما این کار را انجام نمی‌دهد. این دیپلمات روس خاطر نشان کرد که واشنگتن پشت ماجرای مسدود شدن محصولاتی است که قرار بود بنادر دریای سیاه را ترک کنند که اقدام دولت اوکراین در مین‌گذاری آب‌های نزدیک سواحل مانع آن شد. اسپوتنیک در خبر دیگری به نقل از زاخاروا نوشت چه کسی رژیم کیف را چپ و راست کنترل می کند؟ کاخ سفید و کل این دولت می توانند اقداماتی را برای رفع انسداد، پاکسازی مین‌ها یا تضمین عبور کشتی‌ها با مواد غذایی انجام دهند، اما به دلایل این اتفاق نمی‌افتد. شامگاه چهارشنبه نیز وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که از نظر رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه، طرح سازمان ملل برای صادرات غلات اوکراینی قابل قبول است، اما باید نگرانی‌های مسکو رفع شود. روسیه و اوکراین مجموعاً نزدیک به یک سوم ارزای جهانی گندم را تشکیل می‌دهند. اوکراین همچنین صادرکننده عمده ذرت، جو، روغن آفتابگردان و روغن کلزا است. روسیه و بلاروس نیز بیش از 40% از صادرات جهانی مواد مغذی محصول را تشکیل می‌دهند. به گفته سازمان ملل، 36 کشور جهان بیش از نیمی از نیاز گندم خود را از طریق اوکراین و روسیه تأمین می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به لبنان، سوریه، یمن، سومالی و کنگو اشاره کرد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.